بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام احترام ارزو دارم جور صدمن باشین شاگرده از این نازنین قهرمان های افغانستان آینده ساز های افغانستان خداوند لحظه لحظه تانه اجر و پاداش بته کل ما و شما را اجر پاداش بته امیر شامل عبادت بگیره خداوند مطال قلبای ما را پاک ساخته بره اخلاص زیاد شده وجود ما که شما به شب درس بتونید تو به شب درس بخونید درس های بیولوژی رو تقریب میکنین لکچر سیز دوام هستیم از کتاب صنفی 11 بیولوژی 11 تاریخ هفتم جوزای سال چهارده صد یک شمسی است در درس قبلی ایوانات غیر فقاری رو شروع کردیم گفتیم که ستون فقرات ندارن و به هشت فایلم تقسیم شده بودن فایلم مولسکای و نرمتنان در موردشان صحبت کردیم امروز نوبت است فایلم کرم های حلقوی یا فایلم انلیدا سوال آرده جوک را میشناسید چی ایوان است؟ بله جوک ها که خونه میمکیدن سابق در تبابت هم ازش استفاده میکردن انالید کلمی لاتین بوده و در زبان لاتین انیلوس به معنای حلقه های خرد میباشد در کنکور میتونه برتان بیاره انیلوس چی مانا میته؟ حلقه های خرد بدن این حیوانات از القه های مسلسل ساخته شده است حیواناتی که شامل این فایلم است اکثرا در ابهار پیدا می شوند. در بحر زندگی می کنند ولی تعداد در آبهای شیرین هم زندگی می کنند. آب بحر آب شور می باشند و در جاهای مرتوب زندگی می کنند. و تعداد آن به شکل آزاد و یک دی آن به شکل پرازیت در حیوانات زند... در حیوانات زندگی میکنه آزاد یعنی خودشان بر خود زندگی میکنه. پرازیت یعنی که در وجود یک میزبان میره و از اونجا استفاده میکنه مشخصات کرم های القوی تناظر دو جانبی دارن در دا کنکور میره می کرم های القوی چی از تناظر دو جانبه, جانبه. پنج ایچ کدام شما بگید دو جانبه با استثنای جوگ بدن اکثرشان تارهای شیتینی یا شیتا دارد بدنشان از کیوتیکل نازک پوش از اینا را کیوتیکل میگه از مولسکار منتل میگفته از این کیوتیکل میگه کیوتیکل نازک و مرتوب پوش شده است سوال می هر کدام کنکور سوال کانال آن مشابه تیوب است که در طول بدن امتدادی یافته تیوب مانند است دوران بستی خون داره اونا دوران باز دارد به شسنای پلیسی پودا اینا دوران بسته داره. با واسطه جلد یا برانشی تنفس میکنه میتونه در کنکور دو تا از چی تنفس میکنه یا جلد یا برانشی برای را در هر حلقه خود یک جور نفریدیا دارند مواد ادراهی را از خالیگاه مومی و خون گرفته و مستقیما به خارج ادراه می نفریدی نفریدیا گرده حیثیت گرده شانه در دارند سیستم عصبیان برت از یک جور اقده های مغزی و تناب عصبی دلایی بدنی می باشه طرف بد نشان آمده از ما و شما اصاب ما طرف صدر زیادتر است این طرف بدن به این قسم اجرات حسی و اعضای حسیان وظیفه چوشیدن دیدن و غیره را انجام می دهد دوستای نازنینم کرم های القوی یا نلیدا گفتی منیلوس به معنای القص بدن القلقه دارن و بدنشان از کیوتیکل نازک و مرتوب پوشونده توسط شش ها توسط برانشی ها و جل تنفس میکنن و دوران خونشان بسته است طبقه بندیشان رو گوش کنین شما دوستای نازنینم طبقه بندی کرم های القوی این ایوانات از لاز داشتن نداشتن شیتا شیتا میکای خردسیلیا مجگکا به کلاس های زیر تقسیم میشه به چهار کلاس تقسیم میشه یک پولیشیتا یعنی زیاد از چندین تا چندین تا داره پولیشیتا پولیشیتا یا شیطای زیاد مانا میته حیوانات بحری بوده مثلا نایرس برانی است که در کنار بحر کالیفرنیا پیدا می شود یکیش پولیشیتاز مثالش نایرس برانی دیگه اولیگو اولیگو چند تا مونو میته اولیگو شیتا یعنی چند تا شیتا دارن چند تا دارن. کم است در آبهای شیرین و جاهای مرتوب زندگی میکنه مثل کرم زمینی میتونه در کنکور بره کرم زمینی مربوط کدام کلاس است اولی و شیطا کلاس هیرودیناس دیناس که شیطا ندارن زیاد شیطا کم شیطا بدون شیطا این طبقه بندی میشه یادت میمونه مثالش جوک است جوک ها و چهارم کلاس سنف ارک انالید است که تمامشان ایوانات بحریست چهار پولی شیطا، اولیگ شیطا، هیرودینا، ارکنالی دا انشالله فهمیده باشید کرم زمینی را به نمایندگیشان مورد مطالعه قرار میدیم ارت وار. آیا شما کرم زمین رو دید؟ بله دیدین در زمین های در اطراف باغ زمین میرین میبینین است کرم زمینی از جمله اولیگو شیتا بوده اولیگوس در لاتین به معنای چند یا کم شیتا به معنای تار مانا میدهد نام علمی کرم زمینی لومبریکوس درست است بدن کرم زمینی استوانه است استوانه ورس در ار القیان خو طویل و استوانه ای طویل و است و به استثناء القه اول و آخر متبقی ار القیش چار جوره شیطا داره اول آخرش نداره دیگرش کل چار جوره سر و اعضای حسی مشخص ندارد قسمت خارجی بدن با واسطه کیوتیکل پوشونده شده در بین حلقه های 32 تا 37 ساختمان کلیتیلیوم برای اعضای جنسیش است میتونه از پیش کنه که نام کلیتیلیوم یاد میشه که تخم در آن کشاف میکنه میتونه سوال کنه اعضای جنسی کرم زمین چی می کلیتیلیوم در کجا از بین حلقه 32 تا 37 همچنان در بدن کرم زمینی خالیگاه سیولوم وجود دارد که مملو از مایی بوده و اعضای بدن در آن موقعیت دارد این دمی رسم شما میبینون اون القلقه معلوم میشه اما کلیتیلیوم هم برتان نشان داده که برجسته در رسم واضح معلوم میشه کرم زمینی بر اصل خیزی زمین نقش داره خاک پایین و بالا میکنه این دهی رسم کل اجزای کرم زمینی رو بر شما نشان داده که میتونید ببینید خب کرم زمینی رو فهمیدیم دیگه بدن القایی داره در زمین ها زندگی میکنه خاک پایین بالا میکنه و در سی, سی دو تا سی و شزای جنسیش است جوک یا لچس جوک از جمله کرم های القوی بوده طول بدنش از چهار تا شش انچ می باشه تعداد القان به ۳۳ میرسه سی می رسه می در کنکور تعداد القای جوک چند است تا ساختمان های چوشک مانند دارد خونه می مکه موی یا شیطان ندارد در آبهای شیرین زندگی می کنه. دهانان در قسمت پیشروی و مخرجان در قسمت آخر قرار داره یک جوشک پیشروی و یک جوشک در قسمت آخر داره در بعضی حیوانات فقاری به شکل پارازیت خارجی زندگی میکنه یعنی در بدن بیرون بدنشان زندگی میکنه در حیوانات فقاری در روی جلدشان یعنی زندگی میکنه یک تود پارازیت در داخل زندگی میکنه یک پارازیت در بیرون توسط یک چوشک خود را در بدن میزبان میچسباند و توسط چوشک دومی خون ایوان را میمکد خدا میچسباند خون کش میکن توری که اول جلد میزبان را تخریب کرده جلد سراخ میکنه و بعد یک نماده خاص را در زخم میچکند تا خون لخته نشه سک مهارت شد و جوک میتونه زیادتر از سه برابر وزن خود خون انسان را جذب کنه برای دکنکور میده که چند برابر وزن خود خون میتونه بگیره سه برابر وزن خود اهمیت کرم های حلقوی بعضی کرم های حلقوی یک حلقه زنجیر غذایی را تشکیل می برای, برای, حیوانات بحری غذای خوب بوده و از آن ماهیان تغذیه می کند. همچنان کرم زمینی در زراعت سبب حاصل خیزی میشه شود انشالله کمی در فهمیده فایلم دیگه فایلم خارپوستان یا ایکانو درماتا برش میگیم ایکانو از لفظ یونانی گرفته شده به معنای خار می باشد درم به معنای جلد می باشد در کنکور می تانه برتن بیاره در چی مونه خارپستان یا خارپستان چی میگی میکنه در ایکانو چی مونه خار درم چی مونه جلد از اینکه که جلد این حیوانات درشت و خارها دارند از این سبب به این نام یاد میشه به نام ایکانو در بالای جلد ساختمان های خارمانندی که از کلسیم کاربونیت ساخته شده خارهای از این نام از چی ساخته شده کلسیم کاربونیت اکثر آنها آزاد بوده بعضی ساکن و بعضی شنا میکنن مشخصاتی مشخصات در مطلب این جلد خاردار و کلسیم کاربونی که سوال میره دکان مشخصاتی در مطا. تناظرشان شایی است مثل ستاره در ایوانات بالغ تناظر پنج جانبه وجود دارد و در لاروا تناظر دو جانبه با واسطه پاهای تیوب مانند درکت میکنند سیستم انتقال آب یا واتر و سکولر سیستم دارن بدنشان به واسه اپی درمز پوشنده شده بدن موشمو کت اپی درمز پوشنده شده جلد بیرون اپی درمز اسکلیت آهکی داخلی دارن اسکلیت چند داخلی است اسکلیت موشمو داخلی است وجوی مشترک داریم اسکلیتی کروش از پوشنده و اسکلت داخلی نمیشه جهاز آزمه مکمل و لولهی دارند که به مخرج،, مخرج ندارد مخرج مخرج سوال اگر کنکور آورد ایکنون در متا مخرج ندارد. دوران خونشان شایی بوده خالگای بدن آنها بزرگ و پر از ماهی می باشد که در رسیدن نکسیان و مادرزایی کمک میکنند مذکر و معنیسشان جدا میباشد باشد به با استثنای چند تای محدودشان دیگاهشان گذاری میکنند او وی پروس هسته و بعضشان چوچزاز وی وی پروسسته. او وی تخم گذار ما نمیتا وی, وی چوچه چه موجودی که چوچه به دنیا بره بسیار کمی ها به صورت غیر جنسی تولید مثل می نماید تکسر دو نوز زوجی غیر زوجی در غیر زوجی کنم جوان زدن یا بردنگ اصر جنریشن یا ترمیم دوباره است اینا در یک ایوان صورت میگیرن گیرن است و هم سال هم یک قابلیت ترمیم دوباره یا ریژنریشن داره ترمیم داره برای این یک پایش قطع میشه پس یک پای نو جور میشه به جاش استحاله دارن استحالت دوستای تغییراتی که در یک موجود زنده در مراحل زندگی به وجود می استحاله است که دو نوع استحاله داریم کامل و ناقص که باز میخونیم ناقص در سه مرحله است کامل در چهار مرحله تخم نو جسم بالر سه مرحله استحالی ناقص است مثل ملخ تخم بتیتا شفیره جسم بالر استحالی کامل است تنفس را تاس برانش های ساختمان های برآمده از سولو میجرا میکنه میون برانش حیوانات ابتدایی برانشی دارند سیستم عصبی دارن ولی سر و دماغ نداره انشالا که را فهمیدین دیگه تکرار کنین خودتان آمدگی بگیرین سرسون بخیزین تشریح کنین حفظ کرده به این چیز کار طبقه بندی خارپوستان این فایل هم به صنف طبقه بندی میشه دوست نزیم دا به پنج صنف اینا رو طبقه بندی میکنن صنف اول استریویدی برش میگه مثل ستاره بحری یا سی استار اوفیرویدیس مثل بریتل استار ایکانویدیس مثالا درشت یا سی ارکینیس هسته و سن دالر است کرانو ویدی لاله بحری مثالش است هلوترو ویدی بادرنگ بحریاسی کوکومبر است انشالله فهمیده میتونه از ما سوال کنه به چند سنف تقسیم میشه به پنج سنف استری ویدی اوفیو کرانویدی، ایکانو ویدی وی وی مثالشان دمی رسم شما انوایر کدام شنم میبینید ستاره بحری را به نمایندگی شان آورده سی استار یا استار فشان برش میگن این ایوانات در کنار ابهار در بین سنگ ها و دورا دوران زندگی می ساختمان بدن آن به ستاره شباهت دارد در قسمت بالایی و پایینی بدن در هر دو طرف در قسمت مرکز ساختمان گردی یا القوی یا دسک دیده میشه، در قسمت پایینی آن دهن واقع است که به نام اورل و در قسمت بالایی مخرج قرار دارد خوراک اینها را از اونها و دیگر حیوانات کوچک تشکیل می دهد این دهی ای رسم شما یک ستاره بحری را می بینین اون دسک می بینین که در قسمت بالاییش دهن قسمت پایینیش مقد قرار داره و خلاص خب سه فایله ما فهمیدیم فایله چهارم دوستای نازنینم حیوانات مفصلی است چون یکی از بزرگترین فایله ماست ترجیح میتونیم که در لکچر دیگه جدا در موردش گپ زنیم که شما می دو قسمتی را که خواندیم خوب حفظ کنین تکرار کنین بر هم دیگه تشریح کنین ثواب داره دوستانی نزین قسمت علم بخیل نباشین چی میتونین بر دیگر آیا بتین رقابت نداشته باشین نیت خدایی داشته باشین ما هر کدام خاطر خدا درس میخونیم خاطر وطن خود درس میخونیم که کس رقابت کینه کدورت نداریم چون فیلکایتان خبر کنین درس ها رو استفاده کنه هر درسی را که از بین درس های ما شما خوش دارین برای علاوه که تو میتونین در نت ببینین بیارین فلش از آدرس های که شما رای را میمونیم برتان استفاده کنین در قسمت معرفی برنامه ها در سر مکتب که فیل شد دستانه بالا که بگیم مدیر یک بگف مهم دارم سر منم سایی چی برین سر فیل بگیم که درس شروع شده سنفیه که خبر شو و آدرس این سواب ما یک مصرف زیاد متقبل میشیم کل وقت خود ماندیم در یک روز بر شما تقریبا ده برنامه سب میکنیم شما هم دیگه یک کمی دست به دست هم بتیم سیستم خوبتر شکل مداینده در سارا به مراتب بهتر و خوبتر خدمت داد یک جان سپاس تا درس ولی خدا یاری Thank